کوین مکارتی، فعالیت رژیم ایران برای کسب توانایی اتمی را متوقف خواهیم کرد. اد رویس، ما باید به مبارزه علیه حمایت رژیم ایران از تروریسم در سراسر جهان ادامه دهیم. نیکی هیلی، رژیم ایران جواب تظاهر کنندگان را با دستگیری و کشتار می دهد. The government responded with beatings, arrests and killing. با سلام، در خدمت شما هستیم با در یک نگاه این ساعت. کوین مکارتی، نماینده و رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت توافق اتمی رژیم ایران توسط باراک اوباما یک فاجعه تمام عیار بوده و با رو شدن آخرین افشاگری ها این مسئله بیش از همیشه روشن و واضح است. ما به استفاده از تمامی ابزارهایی که در اختیار داریم ادامه خواهیم داد تا فعالیت رژیم ایران به طرف توانایی اتمی را متوقف سازیم. این موضع‌گیری کوین مکارتی بعد از سخنان روز گذشته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، است که از تکمیل کارخانه تولید روتور به منظور استفاده از سانتریفوژهای پیشرفته برای رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم خبر داد. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در پیامی گفت امروز سالگرد دو حمله تروریستی هولناک حزب الله و رژیم ایران در سال 1994 در آرژانتین و در سال 2012 در بلغارستان است. ما باید به مبارزه علیه حمایت رژیم ایران از تروریسم در سراسر جهان ادامه دهیم. نیکیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در بنیاد هریتیج گفت In December and into this year, the Iranian people took to the streets in peaceful protest against their horrendous regime. The government responded with beatings, arrests and killings. The Human Rights Council was silent. یکی از دلایل خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، سکوت این شورا در قبال سرکوب تظاهرکنندگان در ایران بود. در دسامبر و اوایل امسال مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات مسالمت‌آمیزی علیه رژیم وحشتناک ایران داشتند. رژیم با ضرب و شتم و دستگیری و کشتار جواب تظاهرکنندگان را داد. شورای حقوق بشر ساکت بود. مردم منطقه ایوان طرق در جنوب شرقی مشهد در اعتراض به قطعی آب، جاده اصلی بهشت رضا به مشهد را مسدود کردند. کارگران و رانندگان راه آهن تبریز، صوفیان و سلماس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتادی سال 96 اعتصاب کردند. کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. اسکای نیوز از تظاهرات مردم عراق که بیش از 10 روز است ادامه دارد گزارش داد. تظاهرات در استانهای مختلف عراق گسترش یافته، اما بصره همچنان مرکز ثقل این تظاهرات به شمار می رود. در کربلا صدای شلیک و باز کردن آتش به روی مردم شنیده شده است. در استان مصنا تظاهرکنندگان دفاتر عمار حکیم و حزب الدعوه و حزب فضیلت و شبه نظامیان بدر وابسته به رژیم ایران را به آتش کشیدند. 102 تن از نجات یافتگان و 19 تن از اجساد پناهجویانی که با واژگون شدن قایق حامل آنان در آب‌های جمهوری قبرس غرق شده بودند به مرسین در ترکیه انتقال یافتند. این قایق حامل 150 پناهجو بود که در 30 کیلومتری ساحل قبرس واژگون شده بود. این بود دقیقا این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.